جمعی از خدمتگزاران موکب های اربعینی از شهر بسره عراق به همراه خانواده های خود با مرجعیت شیعه آیت الله ازما شیرازی آل دیدار کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله ازما شیرازی معظم الله در این دیدار ضمن آرزوی قبولی زیارت های آنان از حرم امام رضا و حرم حضرت معصومه سلام الله علیهما رهنمودهایی را بیان فرمودند مرجع عالیقدر طی سخنانی فرمودند شما خدمتگزاران باید به دو مسئله و امر مهم توجه داشته باشید اول آنکه پسران و دختران به ویژه محصلان و دانشجویان را در چارچوب اهل بیت علیه السلام گرد آورید و اجازه ندهید که از این مسیر منحرف و از این خاندان دور شوند و بدانید که نه تنها جوانان خانواده بلکه همه جوانان ام از همسایه فامیل و یا محله جوانان شما هستند پس در جهت هدایت آنان بکوشید مرجعیت شیعه در ادامه افزودند دوم که بدانید هر کس به اندازهی توان فکری و مالی خود به امام حسین علیه السلام و شعائر و مراسم آن حضرت خدمت کند به موفقیت و پاداش خواهد رسید و اکنون شما اهالی بصره به صورتی ویژه از این موهبت برخوردارید معظم الله افزودند بصره ای که به یاد دارم از دهها سال قبل دژ قلعه امام حسین علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام بوده چرا که موکب ها و مجالس حسینی پر رونقی در آن برپا بوده که تعداد آنها به 2000 مجلس میرسید مرجع عالی قد تاکید کردند این ویژگی از عنایت های خدای سبحان به شماست که باید آن را به نسلهای های آینده منتقل کنید تا اندوخته برای سرای دیگرتان باشد آیت الله شیرازی در پایان سخنان خود فرمودند ان الله شهر بصره با وجود شما مردان و زنان مؤمن آباد باشد و من برای شما و مردم بصره دعا می کنم